خانه زندگی میکنیم پاکش بکنیم و ایمان ما میره تقاضا میکنه در هر جایی که شما زندگی میکنین میره واسه شما پاک بکنین در اونجا پاک زندگی بکنین پاکیزه زندگی میکنین پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه طهارت و پاکی جز از ایمان شماست. این سبزی که هست که اینجا تقریبا یک سال پیش که بوده کزگاه بودن کزگاه مترا بودن و دیگه گپ اینجا بودن که تا چرس و مواد مخدر همچنان سودا میشدن. کتاب اگر سبزی میشتن بودن مطالعه میکردن چقدر ذهنن ما شما ضرورت داریم بمیم این که میبینید در چهار اطراف چهاره ای نمیشه کراچی و زمینه باشه که تو کار بار پیدا کنی. فراره آب است ای جور شوه خوبتر از بخش مهمی سایه سبز که است جور شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا هموطن عزیز سلام و احترام دارم به شما خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین، دوستای خوب و عزیزای دلی که همین لحظه ما را از چنل یوتیوب وطندار پلاس بیننده هستین. شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگم با یکی از برنامه‌های ساخت‌ساز شهرداری کابل و در یکی از زیباترین موقعیت‌های شهر کابل. قسمی که شما هم می‌بینید در بک‌گراند ما شاءالله یک دیوار بسیار زیبا و دیدنی، البته دیوار تزئینی هم میشه براش گفت و تغییرات فوق‌العاده در سایه چوک 500 فامیلی شهر کابل ما شما آمده. و قسمی که شما قبل از این معلومات داشتین در اینجا اکثر غرفه ها یا همو کانتینرای بوده که بیشتر از هموطنان ما مصروف کار بودن و در اینجا به یک شکل غصب گونه البته این موقع یا این ساحه را مصروف همو کار خود یا مصروفیت بر خود ایجاد کرده بودن که در حقیقت این ساحه مربوط به سایه سبز میشد و این سایه سبز هم امروز از طرف شهرداری کابل واقعا به یک سایه سبز مبدل گردیده. و قسمی که شما هم میبینین پیاده رو بسیار منظم برزی در نظر گرفتن که سنگ فرش شده و چهار دو بغل یا دو طرف ازیره البته سایه سبز ساختن. یکی واقعا این ساعات سبز چقدر مفید است برای هموطنان ما در قسمت پاکی و صفایی آب و هوا و واقعا پیش از این هم اکثر دکان ها و اکثر موقعات که بیشتر در سر چرایی ها قرار گرفته به دکان ها لاسپیکر هایی که روشن میکردن این باعث از این میشه که یک سلسله پرازیت پخش کنه و پرازیت باعث از این میشه که متاسفانه برای اکثر هموطنان ما که در چند شفاخانه هم هست برشان خدای نخواسته سختتر تمام شد و این موضوعات خیلی زیاد بر شما و بر تمام هموطنان ما خیلی زیاد مهم است که وطن شما و پاکی صفایی سرسبزی نیازمند است. امیدوار هستیم تمام هموطنان ما در قسمت پاکی و صفایی از این منطقه ها بیشتر توجه کنند. من میرم نظریات هموطنان را در رابطه با تغییراتی که در چوک 500 فامیلی یا چهارای 500 فامیلی آمده حتما بر شما به تصویر می داشته باشم. البته شما هم فراموش نکنید که یک چوک بسیار مقبول یک چهارای بسیار مقبول هم که از طرف شهرداری شهر کابل و همکاری یک از سکتورهای خصوصی در اینجا ساخته شده او را هم بر شما به تصویر می داشته باشیم. بس ما را بیننده باشیم. هموطن عزیز شما را بازم خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه. در کنار ما یکی از جوانای عزیز است که بیشتر در این منطقه شاید رفت آمد هم داشته باشند نظریاتشون در رابطه به تغییراتی که در محل آمده می داشته باشیم. سلام بیادر. علیک سلام و رحمت الله. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه بیننده های برنامه شما. تشکر از شما. خداوند شما را زنده داشته باشه. میشه برای هموطنان خود معرفی کنیم؟ یک اسم عبدالوکیل از جاهد تخلص می کنم و فارغ التحصیل بخش فارمسی هستم و همچنان حافظ قرآن کریم هستم. ماشاءالله واقعا این فضا بسیار خوب است، فضای سرسبز باشه، مردم از استفاده بکنن
چون سابق همین فضای آلوده باعث میشه که مردم مریض شود. هم از دید قرآن، هم از دید فارمسی و دید طبابت بسیار گپ خوب است. الله متعال در قرآن میگه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدای متعال دوست داره پاکو و کسایی که در فکر پاکیزگی است. از نظر ما، از دید ما بسیار گپ خوب است. این برنامه بسیار مفید واقع میشه و همچنان ما بسیار خوش هستم. خداوند شما را خوش داشته باشه. ماشاءالله گپای بسیار زیاد نیک و شیرین از شما شنیدیم. دوستان عزیز، ماشاءالله دوست عزیز ما که در کنار ما هستن هم حافظ قرآن کریم هستن و هم در این زمان در بخش فارمسی هم فعالیت دارن. برای از نوع دیگه دقیقا تمام مشکلاتی که بیشتر در محیط می باشه برشان معلوم است. از این بر مو که اول وطن چقدر ضرورت به آبادی و ضرورت به بازسازی داره؟ برادر عزیز، وطن خو خیلی نیاز داره. متاسفانه ما کشوری هستیم که همیشه به طرف عقب روان هستیم، چون برنامه ای که من خودم هم دارم به خاطر عزیز که جوانای ما این انگیزه را پیدا بکنن، مفکوره را پیدا بکنن که ما باید وطن خود بسازیم، اینجا زندگی میکنیم، این خانه ای ماست، در فکر بازسازی سرزمین باشیم. خدا نخواسته در فکر از نباشیم که از این وطن فرار بکنیم، این وطن را بگذاریم به هر کس هر چی که شد. ما مسئولیت داریم در قبال ساختار این وطن. این وظیفه ماست، این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست که در خانه زندگی میکنیم پاکش بکنیم و ایمان ما میره تقاضا میکنه در هر جایی که شما زندگی میکنین اونو باید شما پاک بکنین. در اونجا پاک زندگی بکنیم، پاکیزه زندگی میکنیم. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه طهارت و پاکی جز از ایمان شماست. بنابراین پس وظیفه ایمانی باست در فکر باقی وطن خود باشیم. ما پیام یک از بزرگان را میگم، اگر میشه کل جهان ما بسازیم، اگر در فکر کل ساختار جهان باشیم فکر کنم یا یک نظر اشتباه باشه. نظر ما هر کس باید خودش را بسازه، هر کس باید سر خود کار بکنه. هر کس اگر خودش را ساخت در فکر خودسازی خود بود، جامعه ساخته میشه، جامعه اصلاح میشه. دقیقاً هر کس در جامعه جای خود داره. کوشش بکنیم جای خود بگیریم، در فکر جای گرفتن دیگران نباشیم که برنامه می باشه که ما بریم جای دیگران رو بگیریم. ما جای خود داریم، شما جای خود داری، هر کس در محیط در جامعه جایگاه خود داره. کوشش بکنیم اون جایگاه خود در جامعه پیدا بکنیم، نه که خود نخواسته است پای دیگران رو کش بکنیم، دیگران رو زمینگیر بسازیم، دیگران رو ورشکست بسازیم و خود در جای زود قرار بدهیم. چقدر گپای مهم و اساسی را اشاره کرد هموطن ما. دوستای عزیز، قسمی که شما هم میفهمین، اگر در خدمت پاکی و صفایی ازی ما اگر من حیث یک شهروند مسئولیت بر خود در نظر بگیریم و همون یک بوتل یا یک کثافات که هست اگر اون امور ما شما نندازیم، ما دین خود ادا کردیم، دین خانواده خود ادا کردیم و بالاخره دین در اجتماع ادا کردیم. با وقتی که ما خود اصلاح ساختیم، ده ها نفر دیگه هم خودش با دیدن از این موضوع اصلاح میشه و اگر یک بوتل یک نفر یک بوتل بندازه، 100 نفر 100 بوتل بندازه و به این شکل اگر ما ور نفوس کل افغانستان ببینیم با 35 میلیون نفوس یا 34 میلیون نفوس فضا خراب میشه. فضا فضای زندگی نیست اونجا. من خود مشکل از خودم هست. پیام ما برای همه هموطنا، خصوصا برای جوانان هم است که جوانای ما سر فکر خود زیاد کار بکنن، مطالعه بکنن، بفهمن. حتی من میگم که اگر اخباری رو در اگر پیدا میکنن یا بخونن، چون مفید واقع میشه. چون از فضای جامعه، از اوضاع جامعه، از هر بخش جامعه، چی بخش فرهنگی باشه، اخلاقی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، با خبر میشن و میفهمن که چی کار بکنن. بنابراین پیام من است که کل جوانای ما مفکوره خود فعال بکنن، سر فکر خود کار بکنن که جامعه ساخته شه و از این مشکلات ما راهی پیدا بکنیم. تمام هموطنان و در همین روشنایی که شما قرار دارین همه قرار بگیرن. از این بر ما بگین پیش از این در این منطقه رفت آمد داشتین؟ طبعا همینجا ما یک مدرسه داریم. بسیار خوب. بعد این مدرسه ما فعلا همونجا یک مسئولیت دارم، اونجا مدرسه می باشم. دیگه اینجا رفت آمد دارم تقریبا. از وضعیت قبلی از اینجا بر ما بگوین. وضعیت قبلی اینجا خوب نبود. وضعیت اینجا پارکینگ موتر بود و اینجا کثافات زیاد دیده میشد. ما فعلا امروز دوست خود اینجا اومدیم یک چند دقیقه نشستیم، چون فضای سبز بود بر ما خوشایند تمام شد، گفتیم جای دیگه بشینیم، اینجا خوب تر است. واقعا چقدر از زیباست که خصوصا این رقم چاره‌ها چوکا ساخته شه به خاطر از اینکه چند لحظه هموطنان ما بیاین بشن و احساس خوشی و راحتی و حداقل یک هوای تازه بگیرن. بسیار گپ خوب است، ما بسیار خوش هستیم. سلامت باشین، تشکر از شما. شما فرصت دادین صحبت بکنیم. سلامت باشین، خواهش می‌کنم. تشکر از شما، تشکر از برنامه شما. سلامت باشین. تشکر. هموطن عزیز، سپاسگزار هستیم از دوست عزیز ما که واقعا سهم گرفتن در برنامه و گپای بسیار نیک شیرین داشتن. امیدوار هستم تمام هموطنان در قسمت پاکی و صفایی و نظافت و منطقه خود توجه کنم. اگر یک هموطن ما به این موضوع به این اندیشه و نظریه باشه، مطمئنن که افغانستان ما و شما در آینده های نه چندان دور به آبادی و سربلندی میرسن. تشکر از شما.
هموطنان عزیز، قسمی که شما هم دیدین واقعا تغییرات چشمگیر در این ساحه آمده. پیش از این در اینجا اکثر کراچی ها بود یا هم قسمت پارکینگ یا سرای موتر بود، ولی امروز الحمدلله یک ساحه بسیار مقبول و زیبا شده و اکثر هموطنان قسمی که شما هم به تصویر میبینین اینا میان میشنن از این فضای سبز، از این زیبایی لذت میبرن و این موضوعات باعث از این میشه که برای ما شما هم احساس آرام بخش و احساس بسیار خوشی بدن. با وجودی که دغدغه ها و گپ ها و سخن ها خیلی زیاد هستن، اما ما شما هم ذهنن هم انسان ها ضرورت داره و به خاطر از اینکه راحت باشه و در آسایش قرار بگیره. واقعا سپاسگزار هستیم از شهرداری کابل در قسمت تغییرات چشمگیر و آموزه بسازی یا تفکر و اندیشه که بیشتر به خاطر سهولت و راحتی برای هموطنان ما هستند. شما میبینید که قطارهای بسیار مقبول هم در قسمت گرفته شده، گلهای بسیار مقبول و خصوصا سایه سبز را که برای اینها ایجاد کرده، سنگ فرش یا پیاده رو که برایش ایجاد شده، اما یک اصول اصیل شهروندی را برای تمام هموطنان ما میآموزه که ما شما باید در قسمت پاکی صفایی حفظ و نگهداری و خصوصا تاسیسات که از طرف شهرداری کابل ساخته میشه باید توجه شود. امیدوارم شما برنامه ما را بیننده باشین. من ممنون تو پیشتر میرم اون قسمتم یک سلسله تغییرات آمده، البته او سمت چارایی اونم برای شما با تصویر می داشته باشیم و شما واقعا شاید خواهد بودین که در چوک چارای 500 فامیلی چقدر تغییرات آمده یا در چوک 500 فامیلی چقدر تغییرات آمده. از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بیننده باشین. عزیز شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه و قسمی که شما هم مشاهده کردیم. واقعا تغییرات خیلی زیاد آمده در این منطقه. البته کنار ما یکی از برادرای هست که در اینجا رفت آمدم داشتن، ما گفتیم که یک بار نظر از اینا هم در برنامه داشته باشیم. سلام بیادر. سلام علیکم برادر. حسن خوب هستی؟ قربان بخیر هستی انشاءالله؟ سلامت باشی. شما خوب هستی؟ میشه برای هموطنان خود کوتاه معرفی کنید؟ من میجا دکتر هستم دیگه، کلینیک دندان دارم. این منطقه بوده باشت ما سر در میسای زندگی میکنیم دیگه. تغییرات ها نه قسمت میبینی که تغییرات زیاد آمده در این منطقه. تغییرات زیاد آمده. دکتر صاحب در این منطقه هستین، بیشتر برای شما معلومات هست که دقیقا پیش از اینجا اکثر کراچی ها بوده که اکثر دستورش ها بوده که در رابطه موضوعات قبلی از یک بر ما یک معلومات بتین دقیق چه قسم چیزا اینجا نمون؟ اینجا قبلی که موضوعات قبلیشی بود که اینجا ازگاه موترا بود و کراچی ها بود و خاک بود و بسیار وضعیت خراب بود اینجا دیگه. حالا الحمدلله شکر که امارات اسلامی تو یک تغییراتی آورد که ماشاءالله صفا شد، زیبا شد، مقبول شد. انشاءالله که تغییرات میاد دیگه. نظر به وقت از تغییراتی که در اینجا آمده فعلا بر ما بگوین، سایه سبز چقدر میتونه که مفید باشه برای هموطنان ما، برای صحتشون؟ خصوصا یکی دو سال پیشتر دیدیم که آمده بود اینجا کتاب گرفته بود نشستن مطالعه میکردن، چقدر ذهنن ما شما ضرورت داریم به این زیبایی سرسبزی؟ خب زیبایی سرسبزی هر انسان بیشتر ضرورت داره. این با مفکوره فکر انسان تغییرات میده و دیگه با صحت انسان مفید است. با فکر و با مفکوره و هر حالتی که انسان نیاز داره به زیبایی و به صافی پاکی همه چیز نیاز داریم ما شما. دیگه تغییرات زیادتر آمده، ما خوش هستیم از این تغییراتی که بیشتر گفتین که اینجا کم زره سیل بردم داره. اگه اون سیل می سیل از کجا می؟ سیل می بارانایی که یک ماه پیش اوره که باران شده این منطقه با سیل از این طرف کو می آید. از طرف کو که آمد از سرک این منطقه مکمل لو پرف شد. یک بار امارات اسلامی اینجا را که چمن کشت چمن کشت بعد از او باز سوا پر شد، بازی خراب شد، تخریب شد، باز آمدن باز کشتن. این بار دوم از کشتن دو بار پر شد. علت شما که می کم سبزی آمده یک کمی تغییرات آمده خود خوب درست سبز نکنه. علت شما می که او پر شده او پر شده بوده که علت بزرگ شما از امی است. اینجا نام خدا چقدر مقبول شده، چقدر زیبا شده. از پیش از این جار جنجالی که در بوده که اکثر هموطنان ما شکایت کردن، گفتن که زمین کار و مسئولیت بر ما اینجا یک مسئولیت بسیار خوب بوده. بر از او کدام جای دیگه مشخص شد، کدام جای دیگه رفتن، چرا خم شد؟ ولی خب
اکثرا که میبینید در هر کشورهای همسایه ما که میبینید در چهار اطراف چهارهی نمیشه کراچی و زمینه باشه که تو کاروبار پیدا کنید. خوبتر شد نظر به حالت خود. درست است مردم وضعیتش خراب است، تغییرات آمد، بیکاری، بیروزگاری، هر حالت میاد سر انسان. اما نظر به صفایی و نظر به شهر و نظر که کشور ما این مرکز از پایتخت است، تغییرات ها بیاید. خیر یک جایی که مزه برشان جور کنند، مردم در اونجا مراجعه کنند، سودا و هر مشکلی که دارن مشکل خود رفع بسازند. مردم ما در قسمت پاکی و صفایی از این محیط چقدر مسئولیت دارند. حالا خانم خدا این شوراله آمد یک سنگ فرش بسیار زود منظم به خاطر پیادره و سایه سبز درخت حداقل رقم گل و گلدان و گلبته ساخته شد. هموطنان ما در قسمت محیط زیست صفایی چه مسئولیت دارن؟ حالا مسئولیت بیشتر دارن، باید که تخریب نکنن، چه مثال یک چیزی که میخورن نندازن، پاکاری کنن. هر روز شاروالی ما ماشاءالله میان جمع میکنن که چیزایی که مندازه مردم کجره و پیپسی و هر چیزی که میخورن مندازن. خب هر کس نظر به وضعیت هم و فرهنگ چیزش کم کم روی به تغییرات هست ماشاءالله. دیگه باید کار نکنم با جمع باشم وطنم دیگه که مک سهم بگیره که شاروالی انشاءالله انشاءالله هم کار شوم که واش کشور ما را جور کنن تا به کی وای قصه. تشکر از شما، فرصت این صحبت بکنیم. یک جان سپاس هموطن عزیز، سپاسگزار هستیم از جناب دکتر صاحب که لطف کردن امروز ما صحبت کردن و نظرات بسیار نیک داشتن در قسمت تغییرات که در همین اطراف چوک 500 فامیلی اومده و واقعا جای سپاسگزار است از شهرداری کابل که در قسمت پاکی صفایی و محیط زیست از اینجا خیلی زیاد توجه کرده و شرط است که هموطنان ما باید همکار باشند با اینا تا که همین زیبایی ها حفظ شود. و از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بیننده باشید. عزیز اکنار ما بازم یکی از جوانان یکی از هموطنان ما هستند و نظریات از اینا رو در رابطه با تغییرات که در چوک 500 فامیلی اومدن نظرشون رو میداشته باشیم. سلام بیادر. علیکم سلام. سلام ما هم چون بر شما برسه بخیر است انشاءالله. زنده باشین. اسمتان اگر خود معرفی کنید. احمد جوید هستم، یکی از استادای آموزشی هستم. ماشاءالله ماشاءالله جناب استاد بزرگوار جاوید جان عزیز، از این بر ما که در حقیقت چوک 500 فامیلی نام خدا چقدر مقبول شد و تغییرات که در سایه 500 فامیلی اومده، خواستیم که تغییراتش از زبان شما بر هموطنان داشته باشیم. چقدر تغییرات اومده در این نقطه؟ یعنی اگر تقریبا یک سال پیش اگر شما اینجا می اومدین این ساحه را میدیدین، واقعا گشتن اینجا بسیار مناسب نبود. دیگه خصوصا نمی چاره 500 فامیلی، اگر میتونین چشم کامره را طرف چاره 500 فامیلی ببرین. یعنی یک سال پیش که بود گند و کثافات بود، حتی این وقتایی که گرمی میشد یک بوی یک فضا را بخی یک آلوده ساخته بود، یعنی هیچ کس گشتن نمیتونست. الحمدلله الحمدلله از الله تعالی راضی هستیم و بالخصوص از امارات اسلامی خیلی تغییرات دهش آورده. و دیگه این سایه سبزی که هست که اینجا تقریبا یک سال پیش که بود کزگاه بودن، ازگاه مترا بودن و دیگه گپ اینجا بودن که تا چرس و مواد مخدر همچنان سودا میشدن و دیده چشم خودان البته اینجا ساحر ما دیده بوده بودیم. دیگه خیلی مردم آزار و اذیت از طرف مردم های غیر مردم های خلاف از اسلام بودن که اینجا ما دیده بودیم راگذر از پیش از اینا بسیار به تکلیف بودن، خیلی مشکلات بودن، اذیت میشدن. الحمدلله باز هم راضی هستیم که اکسای سبستن. گپ اساسی پیش از این پیشار یکی از هموطنان دیگه هم گفتن که در اینجا یکی کس گفت نسوار هم مفروشتن چرس بودر البته همه چیز شمیجا سودا میشد. چقدر خوشحال هستیم که نام خدا همی معتادین هم کلی جمع شد. اگر این کلی جای زیادم چارایی ها بودم چوکای چارایی بلکل همه ترستک، یعنی تقریبا تا 90% تغییرات زیاد آمده داشت. بسیار خوب. از این بر ما بگوین که حالا خانم خدا این چوک هم جور شد، چارایی هم بسیارت مقبول شد و خصوصا سایه سبز بر هموطنان ما که اگران زرک فکر خدا آرام بسان راحت بسان آله روز که میتونه که پیسه بته بدر تکسی در بس که برو پغمان کلی میفته که یک طرف پغمان اینو بدر پغمان در پیش خانی ما شما آمد.
اما ترستک و سابق یعنی تقریبا ما بردان گفتم که زیاد قدر نه، شاید میرم پیشتر از 5 ماه پیش برد قصه میکنم. این سایه سبز که بودن، این سایه سبز خوبی خیلی گم بودک، سایه سبز نبودک البته. این بغل طرف که بودک پشتی خانه مردم که بودن، این سایه سبز بودن، کتارا گرفته بودن، شخصی برای خودان خانه داشت جور کرده بودن، جایی بودن که سایل و ساتری خود خانه فامیلای خود از نام کسایی که دم خانه شان بودن غصبی بودک البته. همی رقم یک چیزی بودن، فارمای مرغ داشت جور شده بودن. حالا همش برای تمام مردم افغانستان به خصوص بر سایب 500 فامیلی، هر کس میتونن بیاین یعنی اینجا کتی فامیلای خودان بشینن. حتی ما یگان قای دیگران نمیبینم که طفلکای خودان میان اینجا سات ساتری میکنن، وقت خوش میشیم زیاد. شک بر علاوه از اینکه ما شما خوراک جسمی داریم، ما شما آرامش روحی هم ضرورت داریم. برازی خیلی ضرورت داریم. من نظر خودم تقریبا 90% برمی ضرورت دارم مردم افغانستان. همین دپرشن کلا گیره میگیره، خصوصا استرس و فشار یپا بازی محیط میتونه که خیلی زیاد کمک کنه. از این بر ما بگین که در حقیقت هنوزم یک تعداد کارا او طرف یک غرفه و کراچی یپا هست، او طرف هم قرار است که هم تک زیبا سازی شوه، هم تک سایه سبز خاط شده که او طرف هم میره. همینجا دوستای ما هستن، یکی از ناحیه هستن، از جمله دوستای ما هستن. ما روزانه از پیش نوپرسان میکنه، میگه این همه تمام سایه سبز که هستن کراچی هستی کلش رسو میشه و کار سر جریان داره. انشالله با زودی او کار از هم تمام شد. تشکر از اینکه فرصت دارین صحبت بکنی، واقعا پیام های نیک و گپ های نیک. زنده باشین. شما هم چنان زنده باشین. هموطن عزیز سپاسگزار هستیم، شما هم برنامه ما را بیننده هستین. امیدوار هستیم که برنامه های ما را از چنل یوتیوب وطندار پلاس بیننده باشین. ما هم همون تو ایسا ایسا پیشتر میریم. کسایی که در این طرف کتار ایسا هستن، تصاویر زورا و تغییرات که در این طرف چارایی هستن، اونا را هم بر شما به تصویر میداشته باشن. عزیز بازم در کنار ما یکی از شهروندان، یکی از هموطنان ما هستند و نظریات از اینا را در رابطه با موقعی که هستیم و تغییراتی که آمده می داشته باشیم. سلام بیادر. و علیکم السلام. خوب هستید؟ شکر فضل خدا. شکر فضل خدا. شما دوستا همه کلابت پر از خنده میبینیم و خوشحال میشیم. بخیر و سلامت. گلابشاه هستم. گلابشاه چقدر نام نام تو بسیار مقبول است خدا تعالی. خب گلابشاه جان، از این بار ما بگو که دقیقاً چقدر وقت است که میسای 500 فامیلی هستی و چی مصروفیت داری؟ دیگه مصروفیت دارم، در لیسه مریم کار میکنم، در هتل ها و با دکانداران نان توزیع میکنم و ما یک لقمه نان حلال به دست میآوریم. خداوند خیرت بده، خداوند در حسنات حساب کنه. از این بر ما بگو حتما از این مسیرم دیگه زیاد رفت آمد داریم. از این رفت آمد همی صبح میرم شب میایم. دیگه امروز دیگه طرف های هتل رفتیم، بخی سمت بیکاری شده کار نیست. دیگه هر جایی که میگردیم کاروبار بخی گم شده. پیش دکاندار میره میگه کار نیست، پیش از اون میره میگه کار نیست. اینه ما تو بیکار و بیروزگار ماندیم. یعنی ما میکنی که بخیر پس دوباره یک مصروفیت برد پیدا شد. نام خدا کسب بسیار داد خوبم بلد هستی. از این بر ما بود که تغییراتی که در اینجا آمده چقدر زیبا ساخته چاک 500 فامیلی ره. میجا که در وقت که آمده بودیم در سمت 15 سال پیش 16 سال پیش و خیلی ایجا خراب جای بود، موترا و امید میام از جنجال سیاسه را رفته نمیتونست و اما اینی که فراره آب است ای جور شد و خوبتر از بخش ما، همی سایه سبز که است جور شده خیلی خوبش میگه بخش ما. اما مثالش میرفتیم سمت شمال میگفتیم بیا بریم چکر میزنیم، در سازی سبت میشینیم. مگم چی همیجا که خوب شده یک وقت جمعه تفریجات بیایم همیجا بیشینیم خیلی خوب میشه بخش ما. چقدر گپ نیک، یعنی سایه سبز باید سازی میشه که شما از راهی بسیار دورم دیگه خودداری کنیم. این همیجا میدین چکر است، اینجا هم کامادی فکر تا آرام میشه. همیجا خیلی چکر خوب است، فکر دیگه میشه. پیش از این گفتی که در اینجا معتادین هم بود، متاسفانه اکتیاد مواد فروش هم بود. هم بود، مواد فروش هم بود دیگه، او را گم کردن همید. لوچکا زیاد بودن، دوزا زیاد بودن و سمت موتر تو گردن میدادن، در اوج نفر بالا میکردن در سمت خود ما و می تلفون ما گرفتن، پیسه ما گرفتن. آل از او کارا خیلی خوب شده بخش ما، خداوند خیرشان بده. نمی ملاسای بارا بخش ما خیلی یک کار نیکه کردن، خیلی خوب کار شد بخش ما. خداوند خیر بده. اینجا پیش از این او طرف چارایی اگر است یا در این طرف چارایی است، یک تغییرات در کل بسیار مثبت آمده و این باعث از این میشه که اکثر هموطنان ما با سهولت باشه، با دور از مواد مخدر باشه و
خصوصا خواهرای ما مادرها که اینجا رفت آمد میکنن، اونا رو هم گفتین خیلی زیاد به تکلیف بودن؟ خیلی به تکلیف بودن، حالا خیلی راحت راست شدن. همون طرف هم چاره ساز میایه، دیگه چندی نفرها را که پرسان کردیم چاره ساز میایه، خیلی خوب میشه و سرک و مکلان میشه و خیلی خوب جای است. بخشید پیامتان برای هموطنان در قسمت حفظ محیط زیست، پاکی و صفایی چی است؟ خصوصا نوع اکتیاد کسایی که به حساب مواد فروشی میکردن، این موضوعات بزبایی سازی میشه خواهی نخواسته آلودگی در محیط پیدا شود. بر از اون چی پیام دارید؟ اینمی خوب شد اک بخش ما وامید امی موتادین از پیش ما گم شد و از سیاسر مردم هم مثالش ازدواج میکردن که می رفتوی میکرد او به جنجال پیش میشد، تا حالا خیلی خوبتر پیش میره و معاملهشان پیش میره و خیلی خوبتر شده و خوشبخت میباشه. خواهان شما را هم خوشبخت داشته باشه. این حال حرف پیام دیگه داشته باشین کمره خدمت. خیر باشی، بخیر، سلامت باشی، خداحافظ ناصرتان. بخیر باشین هموطن عزیز، واقعا جای سپاسگزاری است از تمام دوستایی که در این ساحه هستن البته و در قسمت تغییرات که در این منطقه و محیط آمدن اینا هم سهم میگیرن. امیدوار هستیم برنامه امروز هم طرف توجه شما از آن قرار گرفته باشه. تا اینکه یک بار دیگه محمد یولا حیدری از دریچه وطندار پلاس در خدمت شما خوبان قرار میگیریم. شما رو به خداوند پاک و به همتا میسپارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنین و باز هم تشکر میکنیم از اینکه همیشه برنامه ما را از چنل یوتیوب وطندار پلاس بیننده هستین. تا برنامه بعد، خداوند نگهدار.